فرشته طاهرپور سینماگر 69 ساله ایرانی صبح امروز 26 مرداد بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. او متولد سال 1331 در تهران بود و در دوران فعالیت فرهنگی و سینمایی خود آثاری چون گلنار، آینه‌های روبرو، نخودی، زن دوم، وقتی همه خواب بودند، پاتال و آرزوهای کوچک و مدرسه پیرمردها را تهیه کرده بود. او دانش آموخته ادبیات بود و در حوزه ادبیات کودک نیز فعالیت داشت. ماجرای احمد و سارا، ماجرای احمد و ساعت و ترجمه‌های چون پینه دوز بد اخلاق، آرزوی فیل خاکستری و ماهی تنها از کتاب‌های منتشر شده اوست. طاهرپور که یک ماه پیش به دلیل درگیری ریه پس از ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده بود، بار دیگر به خاطر عوارض این بیماری به بیمارستان رفته بود اما در نهایت درگذشت. این فعال فرهنگی و سینمایی بارها مطالبه واکسیناسیون هنرمندان را مطرح کرده بود. فرشته طاهرپور از کسانی بود که همواره تلاش می‌کرد از تمام توانایی‌های شخصیت‌های سیاسی و دولتی در جهت ارتقا و کمک به رشد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی کمک بگیرد و در همین راستا در جلسات شخصیت‌ها و مقام‌های کشور حضور می‌یافت و بخشی از این دغدغه‌ها و دیدگاه‌ها را مطرح می‌کرد. غزل شاکری، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، فرزند فرشته طاهرپور است.